سلام. من میخوام یه چند دقیقه در مورد تنهایی باهاتون حرف بزنم. مسئله ای که فکر میکنم همه ماها یه دوره خیلی جدی بهش فکر کردیم، درگیرش بودیم و فکر میکنم همه هم اذعان دارید که یکی از مهمترین مسئله های زندگی معاصره. اما مسئله تنهایی رو از یه جنبه متفاوتی، شاید اندکی متفاوت، میخوام بهش بپردازم، چون ابعاد خیلی متفاوتی هم داره. البته تحت عنوان تنهایی جذابیت به این ایده اشاره میکنم و احتمالاً اولین چیزی که به ذهنتون میاد توی این عنوان که این عنوان خودش یه تضادی تو دل خودش داره، یعنی چی که ما تنهایی رو بذاریم کنار مفهوم جذابیت. تنهایی یکی از عمیق‌ترین ابعاد وجودی ماست طبیعتاً. جذابیت هم میدونیم یکی از ابعاد خیلی بیرونی ماست. چجوری درون و بیرون در یه همچین عبارتی میخوان جمع بشن؟ برای اینکه این مسئله یه ذره روشن‌تر بشه نیاز دارم به 3-4 دقیقه یه مقدمه ای رو ارائه بدم. یکم همراهی کنید. مقدمه کمک میکنه برای که در ادامه بحث ما خیلی دیگه مسئله رو سطحی نبینیم، یه لایه عمیق‌تر بریم جلو. ببینید، در واقع ایده‌ای که اینجا میخوام مطرح کنم، فکر میکنم در باب در هم تنیدگی درون و بیرون میخوام یکم صحبت کنم. برای اینکه خیلی بس پیچیده نشه یه آزمایش فکری مطرح میکنم، اینو خودتون میتونید انجام بدید. در واقع یه مواقعی هست که ما شروع میکنیم صحبت کردن در مورد یه موضوعی که خب خیلی هم بهش اشراف داریم، یه ریز حرف میزنیم و احتمالاً سر کلاس‌های درس، سخنرانی‌ها، بحث‌هایی که با دوستان داریم، داریم یه ریز صحبت میکنیم. پیشنهاد میدم گاهی این آزمایش رو انجام بدید. موقعی که دارید مسلط روی موضوعی حرف میزنید و میری جلو، یه لحظه در درون خودتون متوقف بشید و به حرف زدن خودتون فکر کنید. گرچه اوائل ممکنه تو حرف زدنتون یه وقفه ایجاد بشه، ولی اگر بتونید این کار رو انجام بدید، با یک پدیده عجیبی و حتی فکر میکنم یه ذره ترسناک مواجه میشید. اون پدیده اینه که وقتی دارید مسلط حرف میزنید، یه دفعه مواجه میشید با این واقعیت که کلمات رو شما انتخاب نمی کنید. کلمات انگار همدیگه رو دارن صدا میزنن. یعنی من وقتی دارم یه ذره حرف میزنم، اگر بخوام تک تک کلمات رو انتخاب کنم، یعنی مسئول انتخاب کلمات باشم، یه قدم هم نمیتونم بردارم. انگار با این که من مسئول کلام خودم هستم، ولی این کلمات واژه های زبان هستن که همدیگه رو دارن پشت سر هم صدا میزنن و میان و من کوچکترین فرصتی برای فکر کردن به کلماتی که در ادامه خواهد اومد ندارم. یه تمثیل مانندی میگم. شما فرض کنید یه تنابی دستتونه، یه سری قوطی حلبی چیزی بهش آویزونه و دارید میکشید، سر و صدا میکنه و میاد و این تنابه توی یه چاییه. همینجور که میکشید، از لبه این چا قوطی حلبی ها میان بیرون و ظاهر میشن و شما هیچ تصوری از اون ندارید که در ادامه قراره تو این چا چیا باشه. صبر میکنید، نوبتشون که شد سر و کلهشون پیدا میشه. اینجا یه دوگانگی ما شاهد هستیم، یه تنابی که من دارم میکشم و یه قوطی هایی که انگار اینها یکی یکی سر و کلهشون از لبه چاه پیدا میشه و من حتی بعضا خودم غافلگیر میشم. اگر نویسنده‌ای در بین شما باشه شاید این تجربه رو داشته باشه. ما گاهی داستان کوتاه که میخواییم بنویسیم، مخصوصا خیلی شدیدتر چون طرح داستان نداریم، از جمله اول که شروع میکنیش تصوری نداری میخوایی کجا بره، ولی جملات همدیگه رو انگار صدا میزنن و پشت سر هم سر و کلهشون پیدا میشه. این در هم تنیدگی درون و بیرون که میخواستم بهش اشاره کنم شبیه همچین چیزیه. تنابه یعنی من ما و اون قوطی حلبی ها واژه های زبانن که پشت سر هم دارن پیدا میشن. به یک معنا خب من مسئول کلماتی هم که به کار میبرم، هر کسی گفتمان خاص خودش رو داره و به یه معنای دیگه
در واقع این کلمات از یک قواعد عینی و مستقلی تبعیت میکنه، از ساختارهای زبان، از هم آوایی، از کلیشه ها، از تکیه کلام ها و امثال اینها که یکی یکی هر کدوم که اومد معدی رو هم صدا میزنه. این دوگانه زبان و من درون ما رخ میده و درون ما در واقع میتونیم بگیم یک دوگانگی وجود داره، یک شکافی وجود داره که یکی همون درونه، یکی بیرون. یه گزاره معروفی هست در فلسفه امروز که میگن بیرون درون است، یعنی اون چیزی که ما بیرونی میدونیم در واقع پیشاپیش به درون راه پیدا کرده. این دوگانه اگر نبود من نمیتونستم با خودم حرف بزنم و این شکاف و دوگانگی شرط دیالوگه و دیالوگ شرط اندیشیدنه. در واقع میخوام بگم اگر این دوگانگی رو ما نداشتیم ما از حیوانات جلوتر نرفته بودیم، ما انسان نمیتونستیم بشیم. این دوگانگی رو تو ذهنتون داشته باشید، چون در ادامه کار ما با این دوگانگی دوباره سر و کار خواهیم داشت. این دوگانگی، من فقط یکی از پیامدهای خیلی ساده و روزمره‌اش رو بهتون معرفی کنم. گاهی پیش میاد که من فکر میکنم از بیرون به نظر میرسم که یه آدم پرفکت، کار درست و خیلی همه چیز تمومم. این تصور به خاطر در هم آمیختگی درون و بیرون که راحت نمیشه جداش کرد راه پیدا میکنه به درون من و در ادامه من فکر میکنم که درونم هم همینه. واسه همین راه میفتم دنبال یک شریکی، یه پارتنری، یه رفیقی، یه دوستی که مثل من پرفکت، کامل و کار درست باشه و اون هم طبیعتاً از بیرون اینجوری خواهد بود. وقتی کنارم قرار میگیریم میفهمم و میفهمه که این توهمی بیشتر نبوده. این دوگانگی مسئله خیلی کلیدیه واسه ما. بذاریم برم جلوتر یه دوگانگی دیگه رو اینجا معرفی کنم، در واقع مسئله زرشاد مشخص تر بشه. به این تابلو نگاه کنید، یکی از آثار معروف جکسون پالک، نقاش معروف معاصر که شاید معروفیتش برای ماها بیشتر این باشه که این تابلو 140 میلیون دلار به فروش رسیده. خب یه لحظه به این فکر کنید که کی حاضر 140 میلیون دلار بده یه همچین تابلویی رو داشته باشه تو مجموعش یا تو خونش جای دیگه. ارزش این تابلو به چیه؟ چی باعث میشه ما این هزینه رو بدیم؟ چرا انگار حد یقف نداره؟ چرا متوقف نمیشه؟ شاید سالها بعد 200 میلیون دلار هم بکشه و همینجور بره بالا. برای این تابلو ما میتونیم دو تا ارزش بشماریم. یکی ارزش این تابلو برای کسی که میبینه و ازش لذت میبره. در واقع این تحت عنوان ارزش ذاتی من بهش اشاره میکنم. لازمه این که یه نفر از این تابلو لذت ببره اینه که هنر رو با تمام وجود درک کنه، تاریخ هنر رو، فلسفه هنر رو، زیبایی رو بشناسه، وقتی جلوش قرار میگیره بتونه لذت ببره. ولی میدونیم هر کس هر چندم از این لذت ببره حاضر نیست 140 میلیون دلار بده واسه داشتن تابلویی که احیانا میتونست نصف تاریخ هنر رو یه جوری طی کنه، همه دنیا رو زیر و رو کنه. وجه دیگه اهمیت این تابلو که یه ارزش دیگه بهش میده تحت عنوان ارزش مبادله بهش اشاره میکنیم. یعنی فردی که این تابلو رو میگیره و تو مجموعه خودش، خونه خودش نصب میکنه، میدونه که ده ها هزار نفر انسان توی دنیا دارن دست و پا میزنن برای داشتن این تابلو و در واقع این تابلو تابلویه که میل ده ها هزار نفر معطوف به اونه و وقتی شما این تابلو رو داشته باشید یعنی صاحب میل ده ها هزار نفر شدید. و در روانکاوی ما میدونیم اصیل ترین میل انسان میل به میل دیگرانه. به قول لکان میل ما میل دیگریست، میگه میل میل، ما میل داریم به داشتن میل دیگران. بنابراین فرد وقتی که این تابلو رو تصاحب میکنه داره امیال ده ها هزار نفر که فریز شده، که تبلور پیدا کرده تو این قاب رو صاحب میشه و این ارزشش از 140 میلیون دلار هم براش بیشتره. ببینید پس ما دو تا ارزش رو اینجا که به شدت هم در هم تنیده هم جدا میکنم. ارزش ذاتی برخواسته از نیاز من از یک کالایی،
نیازی دارم، چه بهره میبرم و ارزش ذاتیش میشه برای من. ولی ارزش مبادله برخواسته از میل، من میخوام این کالا رو داشته باشم برای اینکه میل سایرین رو داشته باشم. به این معنا میتونیم بگیم این تابلو یک تابلو میله. این تابلو بهترین توصیفی که میتونیم ازش بدیم هم یک قابی که ده ها هزار میل، میل ده ها هزار نفر درش متولور شده و من با داشتنش هر چیزی که میخواستم به دست آوردم، اصیل ترین خواسته انسان. فقط یه نکته قبل از اینکه اسلاید رو رد کنم اشاره کنم، خیلی از افرادی که حاضرن شاید برای این تابلو 140 میلیون دلار بدن، ممکنه در وهله نخست اصلا ندونن که این تابلو افقی باید دیده بشه یا عمودی. این تابلو اساسا عمودیه، فرق داره عمودی و افقیش. حالا من چون اسلایدم زشت در می اومد به همین سادگی افقیش کردم. تو سایت ها هم جام میکنید میبینید فقط به خاطر اینکه صفحه آرهایی درست در بیاد افقیش میکنن. یعنی در واقع ما کوچکترین تصوری ممکنه از این تابلو نداشته باشیم، هنوز نمیدونیم افقیه یا عمودی، ولی این مهم نیست. مهم اینه که این قاب میل رو داشته باشیم. خب یه چند تا تصویر بهتون نشون میدم، تصاویری که کارتونیست روس کلاشنیکوف طراحی کرده. تصاویر خیلی ساده و دم دستی به نظر میرسن. در واقع ایده اینه که آدم هایی هستن که به داشته های خودشون قانع و راضی نیستن و همیشه به بالا دستشون نگاه میکنن. یه کسی که یه ماشین خودرو لوکسی داره راضی نیست از وضعیتش چون هلیکوپتر شخصی نداره. در ادامه همین آدم مورد حسرت یه کسی که بی ام و داره قرار میگیره. در ادامه اون راننده بی ام و دوباره حسرت یه فردی که مثلا یه فورد ساده داره رو برمی انگیزه. همینجور تکرار میشه. یه ماشین درب و داغون قدیمی، کسی که یه دوچرخه‌ای داره دوباره حسرت میخوره برای داشتن این ماشین، و کسی که پیاده است همینجور تا میرسیم کسی که پا نداره، کسی که معلول رو ویلچره این حسرت رو داره. خب این برداشت ساده ای که البته برداشت کثیفی هم هست. هیچ وقت احساس رضایتتون رو سوار نکنید روی بدبختی یکی دیگه، ولی خب معمولا ما دعوت شدیم به این که چون خیلی هم شاید جواب داده خیلی مقاومت در مقابلش نداشتیم. اما میخوام یه برداشت متفاوتی از این تابلوهای ارائه بدم که علاز ظاهر این تابلوها یک دست به نظر میرسن، ولی میخوام دو قسمتش کنم و بگم دو تا ایده متفاوت داره دنبال میشه. برای این کار از آخر به اول میرم جلو. همین تصویر آخری رو نگاه کنید. ببینید اینجا قهرمان این تابلو که وزن معنایی و ایده مرکزی تابلو معطوف به اونه کسی که رو ویلچره، یعنی کسی که به داشتن پا نیاز داره. خب این فرد میگه که این فردی که داره پیاده میره از زندگیش خیلی راضی نیست، ولی بیچاره نمیدونه که چه چیز ارزشمندی داره. من حاضرم همینو داشته باشم، همه بدبختی های اون رو هم داشته باشم. بعدی هم همینجور داستان نیازه. این فرد میگه من اتوبوس رو باز از دست دادم، کاش لااقل یه دوچرخه‌ای داشتم. بعدی دوباره داستان نیازه، یعنی این فرد در واقع فکرایی که با خودش داره رو نگاه کنید. میگه که من وقتی میرسم سر کار خیس عرقم، وقتی بارون بیاد که دیگه نگو، ولی خب این یه لااقل ماشینی داره که هر موقع بارون اومد شیشه رو میده بالا خوش به حالش. تا اینجا مسئله نیاز کماکان. ادامه چه اتفاقی میفته؟ ببینید از اینجا به بعد یه ذره ما ممکنه تردید کنیم آیا کماکان نیاز هست یا نه. من فکر کنم تا اینجا هنوز مسئله نیاز، برای اینکه نزدیک به ذهن باشه این فورد ارزون قیمت رو در نظر بگیرید، یه پرایده، اونم یه ماشین درب و داغون از رد خارج مثلا مال 30-40 سال پیش. فردی که سوار اینه کماکان میتونه با خودش فکر کنه خوش به حالش که این یه کولری داره، صندلیش یکم خم میشه، ستون فقراتش توی هم در نمیره، شیشهش اوتوماتیکه، تو رانندگی مجبور نیست از این کارو بکنه، و یه ایده مهم اینه که هر 100 کیلومتر خراب نمیشه، زندگی من حچل نمیفته. ولی از اینجا به بعد داستان عوض میشه. قهرمان ماجرا از این به بعد میله. یعنی چی؟ تا اینجا کار ما راه میفته، ولی از اینجا به بعد
میل و لذت در هم تنیده جلو میرن. کم کم سر و کله میل پیدا میشه. ببینید فردی که اینجا داره با خودش حرف میزنه چی داره میگه؟ بازم یکی شاهده یکی دیگه از این افکار کثیف هستیم که میگه خب خوش به حالش یه بی ام وی داره که دخترها جلو روش مثلا کف میکنن به اصطلاح خودشون. ببخشید خانم ها جلسه، هممون این فکرهای کثیف تو ذهنامون داریم و مسئلهش دیگه مسئله نیست که من نیازهای من رو برطرف کنه. اگر اینو داشتم چقدر به من توجه میشد. یا در اینجا میگه چی؟ میگه این ماشین نیست که، اثر هنریه. من چقدر باید زحمت بکشم اینو داشته باشم. یعنی سوال بعدی همینه که اهمیتش چجوری اینجا نمایان میشه. این تفکیک میل و نیاز رو داشته باشیم تا من چند دقیقه پایانی بیام سراغ انسان و ببینم وقتی داستان انسان شروع میشه داستان چجوری پیش میره. به شدت پیچیده میشه. ببینید مسئله من در مواجهه دیگری مسئله میله از اول تا آخر. وقتی که دیگری برای من ارزش ذاتی داشته باشه، خب اون ارزش ذاتی خیلی ساده در واقع اینه که ارزش ذاتی به این برمیگرده که من میخوام میل من به دیگریه و به داشتن میل دیگری. این دوتا ارزش ذاتی دیگری، میل من به دیگری، پس من یه تمایل به دیگری دارم و همزمان میل من به میل دیگری که میل دیگری هم به من تعلق بگیره. اون ورا هم این دوتایی هست، میل اون به من و میل اون به داشتن میل من. اگر این چهارتا چفت بشن توی هم عشق متولد میشه. خب این ارزش ذاتی دیگری. اما در کنار اون ما با پدیده‌ای مواجه هستیم مخصوصا در دوران معاصر که انسان‌ها بیشتر نمایان شدن. افرادی هستن که جذابیت بالایی دارن، خوشگل، نمیدونم، معروف، قدرتمند، هر نوع جذابیتی. این افراد مسئله‌ای که براشون پیش میاد اینه که ارزش ذاتیشون به حاشیه میره و به تدریج اون چیزی که مهم میشه اینه که اینها میشن قابهایی که میل دیگران درشون فریز شده، متولبر شده. یعنی چی؟ یعنی من دست و پا میزنم برای داشتن یکی که به خودی خود هیچ اهمیتی انگار نداریم، مثل آینه ایه که میل دیگران رو داره منعکس میکنه. من دارم دست و پا میزنم برای اینکه اونو داشته باشم تا بتونم میل صدها نفر دیگه رو داشته باشم. یعنی این فرد تبدیل میشه به قاب میل، این فرد میانجی میل دیگران میشه و از اینجا به بعد سر و کله تنهایی پیدا میشه. این فرد هرچی دور و برش شلوغ‌تر بشه بیشتر متوجه میشه که خودش این وسط به هیچ وجه لمس نمیشه، انگار ناتوان از لمس شدنه. این فرد میشه تابلوی میل، قابی که میل دیگران درش متولور شده. و چیزی که عجیب غریبه اینه که هرچی بیشتر دور و برش شلوغ میشه ما فکر میکنیم آدم چقدر دور و برش هستن و خوشبخته، کمتر احساس خوشبختی میکنه، چون تنهایی تا اعماق وجودش، تا مغز استخونش نفوذ کرده. وقتی از تنهایی جذابیت حرف میزنم منظورم همچین ایده ایه که این ایده، جمله آخر رو بگم، وقتی دنبال بشه اون وقت شما با وضعیتی مواجهید که این آدمها کمتر دارای احساس و ادراکات عمیق و اصیل انسانی در نظر گرفته میشن، چون توشون تراش خورده و تبدیل شدن به یک قابی که هیچ موقع نگاه مستقل به خودشون نمیشه. و این به همون ایده نیچه‌ای ختم میشه که نیچه میگه تنهایی ته نداره. ما علارغم اون چیزی که به نظر میرسه در وهله نخست فکر میکنیم تنهایی یعنی ایزوله شدن، وقتی به نقطه نهایی رسیدیم تنهایی آخرشه. تنهایی پرتاب شدن در یک مغاک، در یک درهی که انتها نداره. اینجا هم میبینید فرد هرچه شهرت و جذابیتش بیشتر میشه بیشتر توهی میشه از احساسهای اصیل و میشه قاب میل دیگران، تا جایی که تنهایی تا بی نهایت خودش حرکت میکنه. ممنون که وقت گذاشتید.